امروز شنبه 10 آگوست هست. ما به فراخوان کارزار جهانی نه به اعدام و دانشجویان داخل ایران در ونکوور آرت گالری جمع شدیم و صدای زندانیان سیاسی هستیم. با جینو ابراهیمی صحبتی داریم که حرفای ایشون رو میشنویم. بفرمایید. خب امروز همین ما اینجا جمع شدیم که صدای دادخواهی خانواده های دادخواه باشیم، صدای مادر داغدار رضا رسایی که 16 مرداد در زندان دیزل آباد کرمانشاه توسط این حکومت هار و اسلامی اعدام شدن. ما میخواییم صدای همه زندانیان سیاسی، صدای همه زندانیانی که در خطر اعدام هستن باشه. حقشان عزیزی، بریشه مرادی، شریف محمدی، محمود مهرابی و مجاهد پورپور، عباس دیویز و صدها زندانی سیاسی و عقیدتی که در سیاه چالهای این رژیم در گروگان و در سب اعدام قرار گرفتن. ما میخواییم صدای همشون باشیم و مانع اجرای حکم شنیع اعدام توسط این حکومت اعدامی باشیم. تنها راه نجات مردم ایران بازگشت به خیابونها و سرنگونی این حکومت اعدامی و ضد بشریت است. زنده باد انقلاب زن، زندگی آزادی در ایران. The voice of sisters of two prisoners that are in Iran. So it is important to know that not only the Islamic regime of Iran is killing people, but also they are arresting their families. Free all political prisoners in Iran! 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 System in Iran. That's what Iranians are saying these days. You might hear in the news about Iran. You might hear that there is conflict between Iran and Israel. You might hear that there is the danger of a big conflict or war might break out in the Middle East. Freedom! Woman life freedom! Woman life freedom! فرهاد شاکری، عیسی محمدی، عبدالحکیم گرگیچ، عبدالرحمن گرگیچ، تاج محمد خرمالی، اینها 6 زندانی هستند که زندانی سیاسی که با خطر قریب الوقوع اجرای حکم شنیع اعدام روبرو هستند. در 12 کشور جهان و بیش از 25 شهر این همبستگی، این اتحاد، این به اصطلاح دفاع از این ارزش‌های انسانی به خیابان آمدیم. خیابان و فضاهای عمومی است که می شود با مشارکت عمومی همگانی بتوانیم اون تحولات و یا از اون ارزش‌های انسانی دفاع کنیم. یکی از بازداشتگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران که حکم اعدام بهش دادن میخواد در مورد برادرش صحبت کنه. بر همی خنام نیمی سرشت در جهانی که سخن گفتم از آزادی و عدالت باید مایه افتخار باشد، بسیاری از هموطنان ما به جرم بیان حقیقت و دفاع از حقوق انسانی در زندان‌ها رنج میکشند. زندانیان سیاسی نماد مقاومت در برابر ظلم و استبدادند و سکوت ما در برابر سرنوشت آنان خیانتی به انسانیت است. اعدام نه راهی برای عدالت بلکه ابزار سرکوب صدای آزادی خواهی است. بیایید با هم در برابر این بی‌عدالتی بایستیم و صدای کسانی باشیم که به ناحق
در زندان ها هستند و ساکت شده اند. نه به اعدام، نه به ظلم، آری به آزادی و کرامت انسانی، آری به اتحاد، همدلی و همبستگی. دوستان عزیزم، من هاجر مهرابی هستم، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام. محمود برادرم سکوت نکرد، با شرافت و شجاعت تمامی آنچه را که دیده بود و شنیده بود به زبان آورد و نوشت و امروز برای اون حکم اعدام بریدند. صدای محمود مهرابی باشید، صدای شرافت، صدای شجاعت این پسر جوان باشید که به ناحق در زندان است، شکنجه شده، انفرادی دیده و الان حکم اعدام گرفته. صدای خواهرم محمود مهرابی باشید، خواهر دادخواهم که به جرم دادخواهی برای اعتراض به حکم برادرش 6 سال حکم تعزیری، 2 سال محرومیت از خدمت، 2 سال ممنوع خروجی گرفته و بیشتر از 50 روزه که در زندان انفرادی اعتصاب قضا است. حال جسمی خوبی نداره. صدای شما باشید، شما بیاد خانواده من باشید، خانواده محمود مهرابی و مریم مهرابی باشید. صدای همه کسانی باشید که صدایی ندارند، صدای عزیزان باشین که شجاعت و شرافتشون در زندان هاست. بیاید با اتحاد، همدلی، همبستگی کنار هم باشین. از شما ممنونم به خاطر حضورتون. درود بر شرف شما، درود بر شجاعت شما که چنین صدای فرزندان ایران هستید. پنجره هاتون سبز. زینب جلالیان is another political prisoner, a cold, brave woman. She has been imprisoned for 17 years and she has received life penalty. She is going to continue to be imprisoned for the rest of her life. Initially, she was also sentenced to execution. With raising awareness, we were successful to change that from death sentence to life penalty. Thank you.
مصطفی صابر صحبتی داریم که صحبت ایشونو میشنه. بفرمایید. من میخوام به خامنه‌ای، به جمهوری اسلامی، به همه این جنایتکارایی که اینجور دارن جوانای مردم رو میکشن تو زندان‌ها بگم امروز و فردا، این ویکند، این شنبه و یک شنبه در 25 شهر مختلف دنیا، 14 کشور، 12 کشور مختلف دنیا، به فراخوان دانشجوها توی ایران و در همراهی با زنان زندانی در اوین و زندانیان توی زندان‌های مختلف کشور در همراهی با اونا جمع شدیم تا این حربه اعدام رو از دست شما جنایتکارا در بیاریم و این کارو می‌کنیم. ونکوور هم یکی از این شهرها. Okay.